نخستین کسی است که وارد میدان مبارزه انسان با دیو شد، چون اساس عرفان، اصلا عرفان رو او میشه گفت پیشروی، پیشرو جوهر عرفان همین مبارزه با دیوه. اگر آدم با دیو مبارزه نکنه اصلا رشد نمیکنه. تمام رشد ما در گرو همین مبارزه با دیوه، مبارزه با دشمن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. میگه ممکن بگم خدا بیکار بوده که هر پیغمبری بیچاره‌ای که فرستاده یه چیزی هم براش فرستاده، شیاطین جن و انس جعل کرده، اصلا جعل دشمن کرده. چرا؟ برای اینکه اون در برخورده با این دشمنه که هم ما هم شما و همه آدمیان در مواجهه با دشمنه که رشد میکنن، خودشون نشون میدن. ما در مبارزه با دیو آدم میشیم. بنابراین فردوسی دیو رو مطرح کرد، گفتش که ببین در درون توی دیوی هست، تو مر دیو را مردم بد شناس. کسی کوز یزدان نداره سپاس، اینو بدون که دیوه. تو این را دروغ و فسانه مدن. اگر گفتم که از شونش مار در میاد، بدون که در میاد. اگر گفتن که مغز آدمی زاد بعد بهش بخوره، بدون که میدن. الان هم تو دنیا مغز کسانی هستن که زها که مار بدوشن و مغز جوانها رو در میارن میدن به اون مار بخوره. اون مار چه هرس و آز و طمع و خودخواهی و خودبینی و اضافه شدن به هر چه تشکیلات و کورپوریشن و ثروت و اینا، اون مار سیری نداره. چیکار باید بکنن؟ جوانها رو باید مغزشون بخورن. جوانها رو طوری بخورن که هر چی بهشون گفتن بخرن، هر چی بهشون گفتن بپوشن، هر چی بهشون گفتن بشنون، هیچ تخطی نکنن. این داستان فردوسی داستان دائمیه در جهان. تا هنگامی که آدم‌های ضحاک صفت هستن، حرص هست، آز هست، غرور هست در عالم، این صفات هم هست. اینکه فردوسی اولین کسی است که مطرح کرد مبارزه با دیو رو. فقط رستم نیست، رستم پهلوان میدان دله. بانگ زدم من که دوش دل به کجا می رود؟ گفت شهنشه خموش جانب ما می رود. شهنشه یعنی پادشاه عالم، گفت کارش نداشته باش، دل بذار بیا طرف من. گفتم تو با منی، دل دمز درون می زنی، پس دل من از برون خیره چرا می رود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی دیار خطا بهر قضا می رود. اینو بفرستینش هر روز صبح دلتونو باش صحبت بکنید که تو میری وسط بازار، اگر یک ارژنگ دیوی دیدی پیشنهادایی بهت کردن، گفت در شهر من پیشنهاداتی شد. ارژنگ دیو پیشنهاداتی میکنه، شیطان پیشنهادهایی میکنه. میگن روز قیامت هم پیشنهاده، فقط زور نیست. چون در روز قیامت میگن که مردم میریزن سر شیطان که تو بودی ما رو گمراه کردی. شیطان میگه من زور نکردم، من پیشنهاد کردم، مست قبول نکنی، من اجباری نکردم. فرشته ها هم پیشنهاد کردن، خدا هم پیشنهاد کرده بود، رسول الله هم اومده بود، آدم های خوب دیگه هم چیزایی بهت گفتن، آفر دادیم، ما پیشنهاد کردیم. پیشنهاد فرشته ها هم الان هم همیشه. این عالم، عالم عرضه است. ما هم عالم، در عالم انتخاب هستیم، انتخاب میکنیم. تو میتونی انتخاب بکنی حرف شیطانو. صبح اول صبح این دل رو بایستی نیرومندش کنی. نماز برای اینه، برای اینکه صبح این دل رو برداری، میخوای ببریش تو بازار، اینا رو قبلا به گوشت میخونی که تو یادت نره که سبحان ربی الاعلا و به حمده ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. اگه یک کسی گفتش که آقا از دروغ هم میشه استعانت گرفت، اگه ما این دروغ ها رو بگیم، این دعواها رو اینجوری بکنیم، اون کارا رو اینطوری بکنیم، 1 میلیارد دلار، 1 میلیون دلار به شما به دیگری میرسه، چنان عربده‌ای بکش که رستم کشید. چنان نعره زد در میان گروه که گفتی بدری دریا و کوه. که تو میفهمی با کی داری صحبت میکنی؟ من آدمیزادم. با آدمیزاد کسی جرأت نباید بکنه که یه حرف نامعقولی بزنه. چطور ممکنه در گوش آدم زمزمه بکنن که آقا شما نمیدونم اگر همچی بکنید چنان بکنید، این زمینای اونجا یواش یواش چنین میشه، اون چنان اینجا آتیه داره. یه چیز بیچاره دیدیم داشتن دفنش میکردن، هیچ کس هم نیومد دنبالش. اینا یه جای خیلی عقب افتاده. بعد به اون دامادشون خانم که داشتن دفنن گفتیم بابا این کجاست؟ اینا خانم در چیز کردن. گفت اینجا آتیه داره، یه اتوبانی قرار رد بشه از اینجا. برای همه چی دنبال آتیه هستن آدما، حتی برای مرده فکر میکنه که اینجا آتیه داره، ولی خود آدمیزاد هیچ آتیه‌ای نداره. ما هیچ نباید گرون بشیم،
زمین ها گرون بشه، اموال گرون میشه، قالیا گرون میشه، اینا آدمیزاد نباید گرون بشه. من پارسال تا حالا چقدر گرون شدم؟ از خودم باید بپرسم چه قیمتی پیدا کردی، چه ارزشی پیدا کردی، چه والوری پیدا کردی؟ با مقی بذار تو ترازوی فردوسی ببینی که جوانمردی کجاست، انسانیت کجاست. وقتی که داره در میاره رستم از بحر چاه، داره گرگین رو در میاره، ببخشید بیژن رو داره در میاره، بیژن رو در جام جهانبین دل دیدن که اونجا تو چاه افتاده. چاه هم خیلی معانی داره. مردم ها میگن چاه، فکر میکنن که یه جایش گوده و مثلا 30 متر 40 متر چیز داره. میگن حضرت مولا سرش میکرده تو چاه صحبت میکرده. همین عطار نازنین خودمون سرش تو چاه میکرده. کدوم چاه میکرده؟ در نیشابور. چاه گفته کتاب چاه منه. کتاب برای اینکه ظرفیت داره. هر کسی که ظرفیت داره بهش میگن چاه. شاید اون چاه کمیل ابن زیاد بوده، یکی دیگه بوده، از اصحاب سر بوده، وگرنه سرش کسی تو چاه نمیکنه که. چاه هزار تا معنی دیگه هم میتونه داشته باشه. وقتی داره از چاه در میاره، ما رو یه روزی از چاه در میارن، اون وقت اگر بگن که یا بشرا لنا هازا غلام، چقدر عالیه. اون روزی که آدم میارن بالا از چاه، بگن به چی در اومد این، ما همچه انتظاری نداشتیم اینا. تا اینکه یه نقاشی دیدم، یه نقاشی کشته بود از یک یوسفی، اینقدر کج و کوله بود که من گفتم این یوسف هر کی در بیاره میندازه با سر تو همون چاه. ما اگه یه روزی از چاه خواستن درمون بیارن، چه قیافه‌ای داریم ما؟ خودمون حاضریم به خودمون نگاه بکنیم چه جمال و کمالی در ما هست که اون روزی که ما رو از چاه در میارن. حالا یه چیز داره در میاره از چاه، تناب انداخته، رستم اومده اینو پیدا کرده، بیژن رو از چاه در اومده، گرگین هم با خودش آورده که گرگین باعث شده که این به چاه بیفته، کینه او و حسادت او. ولی وسط چاه ناگهان تناب رو نگر میداره، میگه که چرا نمیاری بالا، خفه شدم اینجا. گفتش که نه، باید قول بدی. چه قولی بدم؟ خب باید قول بدی که کینه گرگین رو از دلت بیرون کنی. یعنی آدم تا یه ذره کینه تو دلش هست از چاه نمیاد بیرون. اون رستمی که باید ما رو از چاه در بیاره، یا تو کینه داری، تو بهشت نمیتونی بری. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، همین معنی رو داره. یعنی اگر که اینا رو از دلت در میارن، میبرن تو بهشت. با کینه و تکبر و غرور و با این صفات هیچ کس به بهشت نمیره. این که خیام گفته که گرمامه معشوق گزیدین چه باک، چون عاقبت کار همین خواهد بود. یکی سی میگفت آقا این چه دینیه شما دارین که مردم رو دعوت میکنه، میگه که آقا اینو نخورین، اونو نخورین، این کارو نکنین، اون کارو نکنین، که چی بشه که بعدن تا قیامت هم کارا رو بکنین. این درسته که میگه که این از این لذت پریز کن، از اون لذت پریز کن، اینو نخور، اونو نخور، اینو نبین، اونو به هوای نفس نرس، اینا که بعدن چی بشه که بعدن همین چیزا رو 100 برابر به 1000 برابر بیشتر بهش برسی. جوابش اینه که اینطور نیست. این یه اشتباهی که تهمتیست بر دامن دیانت زدن، که فکر میکنن که هر چیزی که خوبه گفتن آقا نکنین اینجا و قیامت بکنین. همچنین نگفتن به ما، گفتن که شما ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، ما تمام لذات این دنیا رو میتونیم ببریم، اون وقت میتونیم لذات اون دنیا رو ببریم. اگر که ما کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید، ز میزبهای بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید. تو اگر اینجا زیبایی رو درک نمی‌کنی، لگد کوب می‌کنی، زیر پا می‌ذاری، حق رو زیر پا می‌ذاری، اونجا که خب طبیعت راد نمی‌دن دیگه، تو چه چیزی می‌کنی؟ فکر می‌کنی که شما رو میگن که بعد ایشون چون مثلا فلان کار کرده صاف میره تو بهشت. صفات ماست که ما رو به بهشت می‌بره. در این فردوسی میگه که نه، باید چیز گردین رو از دلت بیرون کنی تا من از چاه بیارمت بالا. و اینقدر نگهش میداره، میگه بله من بیرون کردم. یعنی دیگه نسبت به گرگین با اینکه این همه بدی کرده کینه ای ندارم. آنچنان که یوسفم که انداخته بودنش تو چاه، یوسفم وقتی که برادرها رو دید گفت لا تصریب علیکم الیوم، هیچ ملامتی بر شما نیست. و گناه رو هم تازه نسبت به اونا نداد، گفتش که شیطان بین ما خود دشمنی انداخت و اینا. خیلی لطیف بود که گفتش که آره دیگه بالاخره دو شیطان یه خود بین ما دشمنی انداخت و اینا، و امروز ملامتی بر شما نیست. گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را.
صورت زیبا یه معنی هم داره، معنیش چه؟ معنیش این کار خوبه. ولی وقتی که دور به خیام رسید، خیام اولا یه مرد بسیار جامعی بوده، جامع المعقول و المنقول بوده، حتی در تجوید قرآن در عرشبت که جزئیات هنر قرائت قرآن در همه اینها بر همه سر بوده، باش بحث کردن، توضیح میداده که نه آقا اینجوری نیست، این قرائتش به تخفیف خونده میشه، اون به تخفیفش این معنی میده، به تشدیدش اون معنی میده، این قرائت را به تخفیف کذب که کذبو حتی ظنوا انهم قد کذبو یا ظنوا انهم قد کذبو، مولانا میگه این قرائت خان به تخفیف کذب، این بود که خیش بیند محتجب. همه اینا رو میدونست، زواهر عرشبت که قرآن رو مستقرق بود درش، علم کلام میدونست، به طوری که غزالی پیشش درس میخوند، یعنی بسیاری از علمای اون زمان میرفتن پای درس خیام علوم اسلامی، یعنی کلام اسلامی میخوندن، حالا غیر از فلسفه که فلسفه هم درس میداده چون شاگرد ابن سینا بوده، همه گفتن همه امتیازات ابن سینا رو داشته، غیر از این که کتاب ننوشته، دیده که به هر حال کتاب خوب اونا نوشتن، کتاب های بسیار کوچکی نوشته، مثلا رسالت الکون و تکلیف که خیلی در 6 صفحه تکلیف شما رو روشن کرده، همون کتاب رو اگر آدم با دقت بشه یه استادی بخونه، بسیاری از لطائف فرهنگ اسلامی رو و حکمت اسلامی رو درک میکنه. در رباعیاتش هم جان 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 کلام رو آورده که شما دیگه در اون کمترین عبارتی که میتونه یه آدمی رو به شور و هیجان بیاره عرض کرده، مینوش که عمر جاودانی این است، این اون شرابیست که اگه بخوری عمر جاودانی، وگرنه خیام این خیام که شما میگین اصلا به عمر جاودانی اعتقاد نداشته، خیامی که بعضی از روشنفکرها معرفی میکنن اصلا میگن اعتقادی نداشته، مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، اگر تو بتونی در این دور جوانی، یعنی همه عمر دور جوانی رو فکر نکنید که یه قسمتش جوانی بچگی بعد میانسالی کهنسالی، کلش جوانی لاله‌زار عمر هست، یعنی این جوانی عمر ما تا آخر عمرتون جوان باشین، شاداب باشین، پر از زندگی و شور باشین، فکر نکنید این عالم یه جوانیه که ما در این جوانی میتونیم مست بشیم، اگر مست شدی تا آخر عمرت جوان میمونیم، شاد و سرخوش میمونیم. من مرحوم پدرم دیده بودم در سن 74 سالگی میومدن استادای دوستانشون میگفتن آقای الهی شما چی میخوری که هر وقت ما میایم اینجا در نظرشون تلفنم که نبود اون موقع که خبر بکنن، بی خبر در وا میکنیم، میایم تو میبینیم شما شور و مستی و وجد و حالت همیشه برقرار هست. چرا؟ برای اینکه اون شور و مستی ربطی به سن و سال نداره. یه کسی گفته بود دیگه شما اون شعرهای چیدم نمیتونین بگین، شعرهای دوره جوانیتون. ایشون در مشهد گفته بودن که عاشقی و رندی و مستی خوش است، پای زدن بر سر هستی خوش است. ای دل دانا ز کمند خیال کس نرهد گر تو برستی خوش است، دید الهی گذر عمر و گفت عاشقی و رندی و مستی خوش است. یه عده میگفتن اینو آخر عمرش گفته، اینو در 18 سالگی که گفته که دید الهی گذر عمر و گفت عاشقی و رندی و مستی خوش است. ولی اونی که در 74 سالگی گفته بود پرسند الهی کیستی من عاشقی بی حوصله، دیوانه بی خانمان آواره بی خانمان دیوانه بی سلسله، پروانه پرسوخته شمع وفا افروخته زهر صفا آموخته عشق و جنون و بلبله، مشغول مشتاق یار خیشتن مشغول کار خیشتن دور از دیار خیشتن یاران هزاران مرحله، خندیم ما دیوانگان بر قصر و کاخ خاکیان آنسان که می خندد فلک بر آشیان چلچله. آشیان چلچله خب یه خود بلنده ولی ماه که دیگه به نظرش نمیاد که، خندیم ما دیوانگان بر قصر و کاخ خاکیان آنسان که می خندد فلک بر آشیان چلچله. باز اول وقت رو واجب است که به تأخیر بیندازید، یکی جایی که مهمانی بر شما آمده باشه و اون مهمان رو نذارید برید نماستون بخورید، بذارید پیش اون مهمان باشین بعد نماستون بخورید. چقدر این لطیفه درش هست که انسان مهمتره، آدمیزاد دل اون مهمتره. دوم این که اگر سخن عشق و معرفت الهی
سخن از خدا داریم میگین، اونم بذارین چون الان دارین شما هم کار دارین میکنین. اینه که البته ولی من خیال ندارم که وقت نماز رو بگیرم، ولی این رباعی خیام دلم میخواد براتون بخونم که چون جود ازل، چون اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است. چون جود ازل، جود ازل هم بعضی میگن آقا خدا برای چی عالم خلق کرده؟ جوابش اینه که برای چی مال کار بنده و شماست که برای یه کاری کار میکنیم، بلکه ما ناقصیم ناتمامیم، میخوام این کار رو بکنم که سیر بشم. اون کار میکنی برای اینکه میخوام برم دانشگاه. اون کار رو برای چی میکنی؟ برای اینکه میخوام برم مثلا فرض کنید یه اتومبیل خرید بخرم، میخوام برم فرض. اون که نیازی نداره که بگن برای چی کار میکنه، برای هیچی، برای عشق کار میکنه. اون به خاطر فیضان ذاتیشه. خورشید بگن آقا برای چی شما بی خودی انرژی میدی به تمام اطراف زمین، اگر نباشه انرژی خورشیدی نباشه که اصلا دیگه چیزی نمیمونه براش. جوابش اینه که من این اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است. قهر بر وی چون قباری از غش است. بنابراین این گفت چون جود ازل بود مرا انشا کرد، جعل کرد، جعل وجود کرد، حالا نه به اون معنی که از عدم خلق کرده باشه، چون هم خلق من خیر شیئن، ما از غیر شیئ که به دنیا نمیایم. مثلا بعضیا فکر میکنن خداوند عالم را از عدم خلق کرده. عدم که مبدأ وجود نمیشه، از خودش خلق کرده. ما را از جیب بغل خودش در آورده گذاشته اینجا، ما را نایب میکنه. به قول خودش گفته که من نمیام در عالم صورت، تو برو اونجا. از طرف من اروپایی ها میگن خداوند یک عاشق از دور، دیستنت لاور، یعنی یک کسی که از دور یه نفر رو قدیم میفرستدن، میگو برو خواستگاری. میگن حضرت حسین یه وقتی فرستاده بود یک کسی رو، ببخشید یزید فرستاده بود یک کسی رو برای خواستگاری دختری. بعد وسط راه رسید به امام حسین، گفت کجا میری؟ گفت میرم فلان دختر رو برای یزید خواستگاری کنم. گفت حالا که میری اونجا یه گفتی هم برای ما بزن، شایدم دادن به ما، یه گفتی هم برای ما بزن. بعد اون کسی که داشت میرفت وقتی رسید اونجا گفت حالا من خودم میتونم، یه گفتم برای خودم بزنم کی بهتر از ما. بعد گفتش که به اون دختر گفتش که سه تا خواستگار داری. گفت که گفت یکیش یزیده، یکیش امام حسینه، یکی من. گفت خب حالا اگر من انصاف بدم به تو خودت کدام اینا رو انتخاب میکنی؟ گفتش که اگر آخرت رو میخوای حسین، توصیه میکنم اگر عالم معنا و عالم برتر رو میخوای و کمال میخوای برسی به حسین، اگر دنیا رو میخوای چهار روزه دنیا رو میخوای یزید، اگر میخوای خسر از دنیا و الاخره بشی من. من انصاف داشتم گفتش که من ندونم چیزی ندارم، خلاصه خسر از دنیا و الاخره. خداوند یه نفر رو میفرسته، الان اگر من فکر میکنم همین روی زمینم که یه نفر میاد خواستگاری نماینده اونه، وگرنه ما که شور در دلمون بود، این عشق و اون گذاشت در دل من که برو این اولا حس کن، ببین چی درست کردم اینا، برو حس کن، سلام برسون، ادب بکن، دروغ بهش نگی، یه وقت فریبش ندی، نمیدونم تجاوزی به حقوقش نکنی، نمیدونم هزار رنگ و نارنگ بازی نکنی که من یک شرکتی دارم با دلار کار میکنم، نمیدونم فلان، گول نزنی، صاف و سالم، این وقت نماینده پروردگارت میشی. برو بگو که من از تو خواستگاری میکنم، من زندگیم رو وقت تو میکنم، دلم میخواد که تو شاد و خوش و خرم بشی، من خودم رو فدای تو میکنم، فدای قد تو، هر سربون که بر لب جوست. اینو بهش میگن خواستگاری، که تو اونو میبینی. بنابراین وقتی که جود ازل بود مرا انشا کرد، از عدم نه، از خودش انشا کرد، بر من ز نخست درس عشق املا کرد. اولین درسی که خداوند به ما داد درس عشقه، عشق به مادر، عشق به شیر، عشق به خوبی، عشق همه چیزا رو ما میفهمیم که این داغ این خوب نیست، این نرم این خوبه. حتی بچه موسیقی رو تو گوشش موسیقی خوبه رو تشخیص میده، حتی قیافه زشت و زیبا رو. شما یه قیافه بدتکید بذارین جلو بچه سه روزه به دنیا اومده مضطرب میشه، اگه یه قیافه بدتکی و کج کوله بذارین، ولی یه قیافه خوش، قیافه هارمونی و متناسب بذارین میفهمه. ما با عشق به دنیا اومدیم، عشق به زیبایی در ما هست، عشق به خوبی هست، عشق به دانایی هست در ما. بنابراین بر من ز نخست درس عشق املا کرد، آنگاه براز ریزه قلب مرا مفتاح خزائن در معنا کرد. یعنی این قلب من رو
و این خواست من رو، چون این خواست ماست که همه درها رو باز میکنه. بخواه، طلب کن، جویا باش. این کلید این عالم خواستنه و اصل وجود ما خواستنه. این خواستن باعث میشه که تو درها رو باز بکنی، دورهای معنی رو و جواهرات عالم معنا رو تو میتونی با این خواستن میتونی به دست بیاری. و رباعیات خیام یه همچین جواهریه، یعنی یه دونه رباعیش، حالا یکی دیگه شما براتون میخونم، که خورشید کمند صبح بر بام افکن، کیخسرو روز جا باده در جام افکن. پس باده های مختلف هست. خود خورشید صبح شراب زردش میریزه در تمام عالم. برین شراب بخورین، برین مست بشین، تلو تلو بخورین، اون مستی میاره، مستی باقی میاره. خورشید کمند صبح بر بام افکن، کیخسرو روز باده در جام افکن. میخور که منادی سحرگه خیزان، اونایی که صبح خیزن، سلطان سریر صبح خیزان که مجنون عشق الهی هست به قول نظامی، سلطان سریر صبح خیزان، سرخید سپاه عشق ریزان، اون از اونجا داره خیام صحبت میکنه که میخور. که این می رو کی داره دعوت میکنه؟ تو میخونه که سحر خبری نبوده، میخونه رو آخر شب میبستن، بعد هم دعوا و کشمکش هم بوده، بعد دیگه کسی سحر، شما دیدین کسی صبح کله سحر بره میخونه؟ این میخونه عشق الهی که درش سحر باز بوده. که میخور که منادی سحرگه خیزان، همونی که گفت آمد سحری نداز میخانه ما، که رند خراباتی دیوانه ما، تویی که دیوانه ما هستی، برخیز که پر کنی این پیمانه زمه، زان پیش که پر کنن پیمانه ما. خب مهلت نده، زان پیشتر که عالمش فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. بلا تموتن، نه این دستور قرآن چقدر عالیه، این درست بنویسید، بلا تموتن نه الا و انتو مسلمون. مبادا که یه وقت بمیرین و هنوز به مقام تسلیم و اون مستی و اون شور خداپرستی نرسیده باشین. برای این کیخسرو روز باده در جام افکن، میخور که منادی سحرگه خیزان، آوازی اشربو در ایام افکن. من میخوام این صدا رو در نیشابور عرضه بکنم که مال خود شماست، مال همه ماست، که اشربو اشربو، مست بشید و به همه اهل عالم نشون بدید که این مستی ها نیست که شور ایجاد میکنه، مستی عشق است که تمام عالم رو میتونه به تلاطم در بیاره، میتونه آدما رو به هم نزدیک بکنه، میتونه دوستی ایجاد بکنه، میتونه فداکاری ایجاد بکنه، عشق ایجاد بکنه، ایثار ایجاد بکنه. اون مستی رو دنبالش باشید که اشربو اشربو. و سلام.